دریک ویدیو که در شبکه اجتماعی نشر شده است و یک نسخهش به دست اداره پایگاه خبری بامداد نیز رسید، دیده می شود که یک کارمند مسلح مقامات شبانه افتوماتش را به طرف رهگذران کرده آنها را تهدید پراندن می کند. به گفته منابع بامداد، حادثه شب 15 ینور در شهر خورغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان روی داده است. یکی از امصوبتان بامداد از خورغ حادثه را چنین نقل کرد: خورغ شهر خرد است و نقلیات جمعیتیش اساساً مشروطکه هایند که شبانه به سبب کم بودن مشتری کار نمی کنند. از این رو ساکنانی که ماشین ندارند مجبور می شوند از یک گوشه شهر به دیگرش پای پیاده بروند. شب 15 ینور یک گروه ساکنان از بیمارستان برگشتند که در آنها را کارمندان مقامات من می کنند و یکی از آنها افتوماتش را به طرف این رهگذران می کند. در ویدیو دیده می شود که خوشبختانه یک شریک دیگر این کارمند مسلح عقل سالم نشان داده، همکار سلاح به دستش را مجبور می کند که به ماشین بشیند و رهگذران بخشم آمده را با سخنان ملایم و مؤدبانه آرام می کند. رهگذران به او می فهمانند که از بیمارخانه برگشته ایستادند و به خانه خود راه سپار بودند. در این هنگام آن سلاح به دست دوباره از ماشین فرامده باز افتوماتش را به طرف آن گروه رهگذران می کند، ولی همکار او مردم را باز آرام و با ملایمتی از آنجا گسیل می کند. برخی می نویسند که به احتمال زیاد این نفر سلاح به دست که به مردم تهدید می کرد مست بود. مست بودن یا نبودن او را تشخیص کردن دیگر امکان ندارد، ولی این ویدیو با صورت عموم تا چه اندازه آسیب پذیر بودن وضع در خورغ را نمایش می دهد. طوری می بینیم هر یک قدم ناجا و تحریک دهنده در اینجا می تواند برای ناآرامی های نو زمینه گذارد. از طرف دیگر این ثبت نشان می دهد که کارمندان مقامات ویژه که از تیرماه سال 2018 و اینک قریب 3.5 سال باز در یک شرایط فوق‌العاده در خورغ و اطراف آن قرار دارند، نیز در یک حالت عصبانی شدید قرار گرفتند و به احتمال غالب به کمک روانشناسان حرفه‌ای نیاز پیدا کردند. یقین است که هیجان مدت طولانی خدمت در شرایط فوق‌العاده به عصب‌های حتی آهنین بی تأثیر نمی‌ماند و می تواند منجر به حادثه‌های فوق‌العاده شود، بخصوص وقتی سخن درباره افراد سلاح به دست می رود. قرار معلوم شماره زیاد نیروهای ویژه مقامات قدرتی تاجیکستان از جمله آمون و الفا مدت زیاد باز در بدخشان قرار دارند. دو سال پیش حکومت ولایت بدخشان حتی رسما خبر داده بود که سربازان گروه الفا را که ماموریت و وظیفهشان در اصل مبارزه با تروریسم است، از بیکاری در بدخشان به شکار گرگان در کوههای نویه اطراف خورغ سفر بر کردند.